به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از پایگاه خبری افغانستان و جهان، عربستان مراسم حج امسال را به طور رسمی لغو کرد. وزارت کار دولت عربستان به طور رسمی اعلام کرد که مراسم حج امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل است. از زمان تأسیس حکومت عربستان این نخستین بار است که مراسم حج تعطیل می شود. به نقل از فیسبوک و اجمع فرخاری، بازار گلفروشی خاوران تهران در آتش سوخت. سخنگوی سازمان اطفایه تهران از آتش سوزی در بازار خاوران تهران در نخستین ساعت صبح امروز خبر داد. در هفته های اخیر صدها مورد آتش سوزی در ایران رخ داده است. پارلمان ایران در مورد آتش سوزی ها از وزیران داخله و اطلاعات توضیح خواسته است. و همچنان یک خبر دیگر، دادخواهی برای مهاجران در کابل. وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه ایران به دنبال دادخواهی و اعتراض شهروندان کشور در برابر نمایندگی های سیاسی این کشور در کابل و برخی از ولایت ها عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران را احضار کرده است. طبق اعلام وزارت خارجه ایران، سفیر افغانستان به هدف ارائه پاره های از توضیحات به این وزارت فراخوانده شده است. وزارت خارجه ایران روز شنبه 24 جوزا با نشر خبرنامه گفته است که در پی تحرکات شمار محدود از جریانات خاص سیاسی و برخی اقدامات اهانت‌آمیز و تعرض به سفارت و سایر نمایندگی های سیاسی ایران در افغانستان، آقای لیوال احضار شده است. این وزارت گفته است که جریانات خاص سیاسی که دارای سابقه ضدیت با ایران و حسن همجواری میان دو کشورند، به بهانه جان باختن چند تبعه افغانستان در ایران برخی از اقدامات اهانت آمیز را انجام دادند. وزارت خارجه ایران گفته است که در جریان این دیدار مدیر کل آسیای غربی این وزارت از تأثیر این گونه رفتارها بر روابط دو کشور ابراز نگرانی کرده است. سفارت افغانستان در تهران تا اکنون چیزی در این مورد نگفته است. در جریان دو ماه اخیر دو حادثه که نیروهای نظامی ایران در آن دخیل گفته شدند از مهاجران افغانستان قربانی گرفته و روابط دو کشور را زیر تاثیر قرار داده است. حادثه نخست در 12 ثور سال جاری در مرز میان دو کشور رخ داد. شمار از مهاجران افغانستان که قرار بود به ایران بروند، بر اساس گزارش ها از سوی مرزبانان ایرانی مجبور به پریدن به رودخانه اریرود شدند. در این حادثه طبق یافته های دولت افغانستان در مجموع 46 نفر از کارجویان افغان به رودخانه هریرود انداخته شدند. از این میان 17 نفر ناپدید شده، 12 نفر غرق شده و 17 نفر دیگر نجات یافتند. همچنان حادثه دوم روز چهارشنبه 14 جوزا در یزد ایران رخ داد. یک موتر عامل مهاجران افغانستان گفته شده است که در پی شلیک پلیس ایران آتش گرفته و در آن 3 مهاجر کشته و شمار نیز زخمی شدند. این دو حادثه در افغانستان با واکنش های گسترده روبرو شده است و در برخی از شهرها باشندگان کشور دست به تظاهرات زده و خواهان رسیدگی به این حادثه ها شدند. معترضان ورودی های برخی از نمایندگی های سیاسی ایران بر رسم اعتراض رنگین کردند. اخیراً وزارت خارجه با ابراز نگرانی از وقوع رویداد ناگوار برای مهاجران افغانستان در ایران اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه را به تهران می‌فرستد. این وزارت از ایران خواسته است که با مهاجران افغانستان با روحیه تساهل و مدارا رفتار کند. و همچنان غنی درباره ایجاد حکومت موقت: این اشتباه تاریخی را تکرار نمی‌کنم. در همین حال برخی از آگاهان میگویند که برای رسیدن به توافق صلح حکومت باید برای هر گونه از خودگذری آماده باشد، زیرا صلح قربانی میخواهد. به نقل از طلوع نیوز، رئیس جمهور غنی درباره احتمال ایجاد حکومت موقت پس از توافق صلح با طالبان میگوید که این اشتباه تاریخی را تکرار نخواهد کرد.
رئیس جمهور غنی که در نهاد پژوهشی شورای اتلانتیک ایالات متحده آمریکا سخن میزد، در پاسخ به این پرسش که اگر یک شرط طالبان برای رسیدن به صلح ایجاد حکومت موقت و یا بر برکناری وی از قدرت باشد، گفت که اشتباهی تاریخی نخواهد کرد. آقای غنی تاکید می‌ورزد که بزرگترین اشتباه دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین این بود که در جریان گفتگو با مجاهدین اعلام کنارگیری کرد و اکنون بس درباره ایجاد حکومت موقت پیش از وقت است. او افزود بزرگترین اشتباه دکتر نجیب الله در جریان مذاکرات با مجاهدین این بود که اعلام کنارگیری کرد. ما این فیلم را یک بار دیده ایم، نمی خواهیم تکرار آن را ببینیم، چون می دانیم که فرجام آن چیست. آقای غنی تاکید کرد که هفته آینده گام های بعدی روند صلح در زمینه آغاز گفتگوها میان افغانان اعلام خواهد شد. اما در صورت توافق صلح میان حکومت افغانستان با طالبان و دست کشیدن این گروه از خشونت ها به چه کارهایی نیاز است؟ جلال الدین شنواری لوی سارنوال زمان طالبان گفت رئیس جمهور باید برای تشکیل یک حکومت جدید آماده باشد و به منظور استعفای خود از مقام ریاست جمهوری قبل از قبل آمادگی داشته باشد. احمد سعیدی دیپلمات پیشین نیز افزود تا زمانی که نتایج و گفتگوها میان افغانان به توافق نهایی نرسد، ایجاد خلای قدرت به سود کشور نیست. در همین حال برخی از آگاهان میگویند که برای رسیدن به توافق صلح حکومت باید برای هر گونه از خودگذری آماده باشد، زیرا صلح قربانی میخواهد. نصرالله استانکزی استاد دانشگاه اظهار داشت باید این سناریو را سیاسیون و دولت افغانستان در نظر داشته باشند که در چارچوب نظام موجود مخالفین ممکن مدغم نشود. بنابراین تغییر نظام در خدم توافق صلح به نظر می رسد. پیش از این منابع گفتند که گفتگوهای میان افغانان در دوحه قطر برگزار خواهد شد و این روند انتظار تکمیل رهایی زندانیان طالبان را می کشد. و همچنان به پایان همیشگی جنگ فکر کنید. طالبان گفتند که اگر 2000 زندانی دیگر این گروه آزاد شود، این گروه تا یک هفته آماده شرکت در گفتگوهای بین الافغانی خواهد شد. اما رئیس جمهور غنی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر احتمال پیشنهاد استعفای وی از سوی گروه طالبان و ایجاد حکومت موقت گفت که دکتر نجیب الله یک بار این اشتباه را کرده است. وی در ادامه افزود که این فیلم را با چشمانش دیده و نمی داند که عواقب آن چگونه است. به نظر می رسد که طرفین گفتگو هنوز به ایجاد مصالحه امیدوار نیستند. حوزه جمهوریت به تمام اقدامات طالبان با دیده شک نگاه می کند و طالبان نیز به رئیس جمهور غنی اعتماد کافی ندارند. این به اعتمادی می تواند روند صلح را با چالش روبرو سازد. چند آتش‌بس موقتی که در یکی دو سال اخیر در افغانستان برقرار شد، پیام‌های متفاوت از سوی شهروندان را برای طرف‌های درگیر به همراه داشت. شهروندان افغانستان صلح می‌خواهند، صلحی که ارزش‌های چندین ساله اخیر نیز قربانی آن نشوند. مردم عام افغانستان می‌خواهند که در قدم اول جنگ متوقف شود و تضمین داده شود که جنگ دیگر برای ابد متوقف است. اگر جنگ متوقف نشود، مردم عام بر روند حل سیاسی که قدرت‌های بزرگ برای راه افتادن آن کار می‌کنند مشروعیت نخواهند داد. به نظر می‌رسد که پیش از برگزاری نشست بین الافغانی، باید میان طرف‌های درگیر در افغانستان اعتماد شکل بگیرد. اگر هدف همه طرف‌ها رسیدن به قدرت و نگه داشتن قدرت و نفع مشارکت رقبای آنان باشد، شکی نیست که آینده گفتگوهای بین الافغانی می تواند ناامید کننده باشد. متاسفانه در افغانستان از هر ارزش به عنوان سپر استفاده شده است. گروه های مسلح به بهانه پاسداری از ارزش های دینی سالها است با نظامی که قانون اساسیش برگرفته از شرع است می جنگند. اما حقیقت واضح و آشکار هر جنگی در افغانستان رسیدن به قدرت بوده است. این جنگ در حوزه جمهوریت نیز با وضوح دیده می شود. گروه های سیاسی در حوزه جمهوریت از قومگرایی و حتی ارزش های دموکراتیکی
که دستاورد مردم افغانستان در چند سال گذشته بوده نیز برای رسیدن به قدرت و یا حفظ آن استفاده می کنند. طرفین باید برای رسیدن به صلح از تساهل و مدارا کار بگیرند. اگر تساهل و مدارا نباشد جنگ دوام می یابد. مثلا طالبان باید بدانند که ارزش های حقوق بشری از آدرس مردم افغانستان قابل معامله نیست. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.